لا من خودم سونی هستم. بعد از تحقیقات خودم به شویه شدم و چندین دختر سیغه کردم و سیغه جواز دارم. شما سنی بودی بعد شیعه شدی چندین دختر سیغه کردی؟ آره، یعنی سیغه یک ساعته کردم، لب جبشان گرفتم، باز ایلایشان کردم، جواز دارم. جبشان گرفتی و الهیشان کردی. اولا یک انسان احمق فقط ایره درک نمی کنه که هر چیزی که حلال بود روا بود لزوما انجامش واجب نیستم. هر چیزی که حلال بود، مثلا طلاق حلال هستن، آیا بر همه واجبه که زن خود طلاق بدن؟ طلاق حلال هستن. فرام الله تو عز و جل نمیگه تفسیر پس زب دیگه یک نپر، ساعت چی کنه خود که شویه خواهمه تو دیگه بین گب نپر، وگرنه مثل امو دین قبلی که داشتی، مثل امو سنی ها که خوارشان رضای کبیر میده، سینه خود ددان نامحرم میکنه. خوار نکنه، رضای کبیر. چرا زورت داد؟ تو خب پیشتر میگفته که خوار فلانی رو سیغه کنم. اینا رو گوش بده. ای از خریت سنی هسته، ای از خریت سنی هسته که چون فکر میکنه هر چیزی که روا هسته انجامش واجبه. مثلا طلاق حلال هسته، الله عز و جل در قرآن سوره طلاق آورده. اما حالا هر کسی چون این حلاله همه باید زن خود طلاق بدن؟ نه، نکاح متعه یا صیغه هم همینطور حلال هسته، واجب نیسته که هر کسی بیر انجام بده. واجب نیسته که هر کسی بیر انجام بده، از خود شرایط داره. یک، مثل طلاق، طلاق از خود شرایط داره. یک. دو، اما مثل سنی ها مثل مادرشان عائشه فتوا میداد که من اگر در خانه ساحل سنی رفتم، همین کسی که بالا بود و کذاب دشمن الله هستم، سنی ها به راحتی دروغ میگن من شیعه شدم، ولی وقتی که قفاق درویشان میخوره فحاشی رو شروع میکنن. حالا ای حال، من اگر در خانه ساحل که سنی هست رفتم و خواستم که شب در خانه بمانم، نامحرم هستم. حالا اگر خوار ساحل سینه های اناری خود را 10 مرتبه، البته در فتوای عائشه بعدن 5 بار شد، سینه های خود را 5 بار در دان مکنه پس در بیاره، 5 دفعه تکرار کنه، من محرم میشم برش، میتونم اونجا راحت بمانم، لازم نیست که مادر ساحل یا خوار ساحل از من حجاب بگیرن. این فتوای عائشه هستم. در شرح صحیح مسلم علنا ذکر میکنن، در شرح صحیح مسلم علنا ذکر میکنن که عایشه این کار را فتوا میداد در خواهران خود و در دختران خواهران خود، و خودش نیز این کار را با غلام عیفه انجام داد. غلام عیفه وقتی خواست که بر عایشه وارد بشه، سینه های عایشه را 5 بار در دهان خود گذاشت. عزیزان دقت بکنید که رضای کبیر شیر خوردن نیستم که بگیم خوار ساحل شیر نداره، که بگیم خواهر ساحل شیر نداره. نه، رضاعه در لغت در مسائل فقهی گذاشتن سینه در دهان را میگن. شیر یعنی لبن، شیر لازم نیست. که حالا بگید خواهر ساحل ممکنه که شیر نداشته باشه. شیر که داشت که من اصلا ولش نمی کنم، چون شیر نداره در 5 بار راضی هستیم. که دین عایشه هستم و از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه خود و شطر دینکم عن الحمیرا، 2/3 دینتان از عایشه بگیرید. چطور مادر شما عایشه بر از این فتوا میداد و انجام میداد، ولی من خواهر ساحل را میگم ساحل زور میده، میگم خواهرت نه حداقل، اما مادرت که یک خورده ترتمیزن، امو را حداقل بیاره 5 دفعه، 10 دفعه هم نمیخوام چوش کنم، 5 دفعه بس هستم، بازم ناراحت میشه. در نزد شما قاعده این هست خود و شطر دینکم عن الحمیرا، 2/3 دینتان از حمیرا از عایشه بگیرید، بعد ناراحت میشه. امر نکاح، امر ازدواج سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستن، و به جز احمق کسی این حرف نمیزنه که بخواد از راه نکاح کسی را طعنه بده، بخواد از راه نکاح کسی را طعنه بده. مثل از این میمانه که من دخواستگاری فلان دختر سنی برم در برادرشو بگم خبر هسته که امشب چی میشه، خبر هسته که امشب چی میشه. خب این حرف کسی نمیزنه مگر آدمی که از لحاظ عقلی ناقص باشه. اصلا الله عز و جل بقای نسل انسان را در رابطه زن و مرد قرار داد. الله عز و جل خداوندگار ما باقی ماندن نسل بشر را در رابطه زن و مرد قرار دادن. البته بگذاریم که سنی ها مرد با مرد هم دارن،
او به کنار. کسی که احمق باشه از طریق سنت رسول خدا دیگر را طعنه میده. از طریق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان نکاح سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی. نکاح سنت من پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. کسی که از این خودداری بکنه فلیس منی، از من نیست. همان گونه که هر حلال زاده ای پدر و مادرش صیغه محرمیت خواندن، هر حلال زاده ای پدر و مادرش در خانه ای که شما زندگی میکنی، کسی را که پدر میگی و کسی را که مادر میگی، اون دو صیغه محرمیت خواندن. مثل سنی ها نبودن که ملا لنده زحمت بکشه یا دیگه و دیگه. ای از این قضیه. اما در باب این که و ناراحت نشو، فحاشی نکن، اما در باب این که من شما رو میگم که بذار در فتوای جناب عائشه مادر شما، من خواهرت یک پنج دفعه چوش کنم، نه از باب لذت، در پنج دفعه که اصلا حال نمیده، بلکه میخوام محرم بشم، چون فتوای عائشه هستم. شما خودتان میگید که صلی الله علیه و سلم گفته در دین شرم نیستم. خب در دین که شرم نیست، مادر عایشه فتوا میداد، انجام میداد. ما خوار طالما میخوام، چرا زورت میده؟ اگر یه بی غیرتی بیناموسی، خب عایشه بی غیرت و بیناموس، زن پیغمبر را دو میزنیم. سینه های تو از سینه های عایشه بهتر هستم، ممه های تو از ممه های عایشه بهتر هستم. خب اگر توهین، شما توهین در زن پیغمبر، در ناموس پیغمبر نسبت داده، شما ای توهین در ناموس پیغمبر نسبت داده. وقتی که دیگران بیان میکنن، دیگران کافر میشن. خب همی از کجا بیان میکنن؟ این مطلب را شما در شرح صحیح مسلم آوردید، نما شیعیان. حالا ای حال بفرما. سلام علیکم استاد برادر عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت من خدا کنه جور باشی، بخیر باشی برادر عزیز. یک سوال داشتم عزیز دل. از کدام عقیده هستش؟ ما خود سابق سونی که بودم، بعد از اینکه خیلی چیزها رو من مطالعه کردم، حالا فعلا بسیار یک جای موقعیت عجیب و غریب قرار دارم. خب نزدیک به شیعه هستم، اگر مرا کسی قرار بده به طبقه شیعه، چون بعد از پیامبر حضرت علی را بهترین شخص میدانم و سرسخت عاشق امام حسین هستم. تحقیقات ما و دیگه جریان داره، من خیلی جنگای که ما، یعنی دشمنان البته دشمنانم هست، من خیلی جنگا را خلاف یزید هستم، خلاف ماوی هستم، مطالعه خیلی کردیم. حالا یک سوال استاد، امی اگر مثلا میگن خلیفه اول دوم یا عمر و بکر مثلا از دایره دین خارج بودن، آیا این مطلب خود پیامبر آگاهی داشتن؟ این دعوابت رو عمر از دایره دین خارج بودن، آیا آگاهی داشتن یا نه؟ آیا پیامبر از این مطلب آگاهی داشتن که اونا یا منافق بودن یا از دین خارج بودن یا کافر بودن؟ خود پیامبر خبر داشتن و چطور همراهشان بودن؟ این مسائل اگر روشنی پرتی، چرا کدام عکس العمل نشان ندادن خود پیامبر ما وقتی که بله خبر داشتن؟ یکی عکس العمل نشان بدن، منظور شما از عکس العمل چی هست؟ چیکار کرد؟ اینی که پیامبر در وقت حیاتشون با اونا بودن اکثر و لایلا مرگشان، یعنی واضح چرا به مرگ ایرادی وارد نمی کنه. الله عز و جل در قرآن سوره منافقون در شأن همین ها نازل کرد، شاید باورت نشه یک سوره کامل در نام اینها است. خود الله عز و جل در آیات قرآن ذکر میکنه ای محمد، کسانی هستند در نزد تو میان میگن ما شهادت میدهیم تو پیغمبر الله هستیم، اینها دروغ میگن، تو خبر نداری، ما خبر داریم. آیات قرآن واضح و صریح بر ازی هست که بله، هر کسی که لزوماً گرد و گوشه پیغمبر بود یک مسلمان مؤمن بهشتی درجه یک نمیشه. کسی که قرآن در زندگی خواست کده باشه از این خبر داره. سوره منافقون در شأن چه کسی بود؟ در شأن همین منافقان. آیات قرآن صریح بر ازی وارد شد. دیگه نیم باز پیامبر ما چی عکس العمل نشان دادن؟ اونا خو هنوز هم با پیامبر بودن، در کنارش بودن، مثلا در غزوات بودن. در کنار بودن یک دفعه دیگه هم میگم، در کنار بودن یک مطلب هسته، این که کسی در کنار کسی باشه. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراهی کسی را بخواد یک مطلب جدا هست. این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مصاحبت و همراهی کسی را بخواد یک مطلب جدا هست. اینا رو شما که میگید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه کار کردن،
کار زیاد انجام داده. اینکه مثلا یک نفر میاد میگه که هیچ کاری نکرد، من باید بدانم منظورش از هیچ کاری نکرد چی هسته. شما منظورتان شمشیر کشیدن، در مردم معرفی کردن، کشتن، چه کار باید میکرد که طبق از او شما امی آرزویتان برآورده میشه؟ بفرمایید. آیا از ابوبکر عمر و اینا مثلا دختراشان نکاح کرده بود پیامبر با وجود که می دانستن اینا از دایره اسلام خارج هستن؟ یک لحظه تا من یوتیوب رو روشن کنم. سوال میپرسه که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دخترایشان را نکاح کرده بود؟ بله، این امر تاریخی هست. عایشه دختر، یک لحظه من چالان کنم، عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر بود. خب چی عیبی بر از این وارد هست؟ با وجود که پیامبر می دانستن این پدرایشان از دایره ایمان خارج هستن، فرق نمی کرد که با دخترشان نکاح کردن؟ احکام اسلام ظاهری هستن. پیغمبر با ابوبکر که ازدواج نمید، خود ابوبکر گرفت، خود ابوبکر گرفت یا دختر جدا. چشم چی شد؟ شما فکر میکنی پیغمبر خود ابوبکر گرفت؟ تشکر، یک کم دستم بند شد، خود تشکر، من جواب گرفتم لالا. خدا نگه. ایشان یک جوری صحبت میکنه که انگار پیغمبر خدا خود ابوبکر گرفت. خود ابوبکر گرفت. حالی سوال دهی هست که ابوبکر که فلان بود چرا رو گرفت؟ آیا حرف کسی نمیزنم مگر اینکه یه خورده بالاخانه تعطیل باشه.